بگویم ای دیوار بشنو برنامه ساعت با استاد امان اشکریز با امید دیدارتان جمع ما جمع باشو دلکای ما دیگم سالها دل طلب جام جم از ما می کرد سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد او آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد سلام بی پایان بر بیننده ها و شنونده های نهایت عزیز و گرامی تلویزیون وزین بهار جای خوشی هست که باز هم امروز چهارشنبه که مصادف میشه با نهم آگست و هجدهم ماه اسد یعنی که مایه حسد وقتی به اجده رسید در افغانستان ازش آب و هوای ناراحت کننده را در شو که کم آرام آرام سرتر شده میره و تا سنبوله همگی به تشویش برف و مرگ غریبان است در اینمطور خزانه که افغانستان میره به طرف هر روز به سرنوشتی هر روز گره ها بالای گره ها افزوده میشه باز هم برنامه خودم خوشبختانه دوباره از ایالات متحده آمریکا از شهر زیبای ویرجینیا از استدیوی غالب اشکریز پرودکشن پخش میکنم و برنامه از طریق تلویزیون مرکزی بهار از لس آنجلس کالیفرنیا به شما نشر میشه بیننده های عزیز سفری که داشتم به طرف اروپا چه که در آلمان چه که در فرانسه چه که در هلند به هر کدامش شما باور بکنین که با هر بخش و انجمن و دوستان و سابقه داران رادیو و تلویزیون افغانستان با ایشان صحبت های داشتیم از همشان سپاسگزاری میکنم و وظیفه خود میدانم که این پیام برای آقای جبارخیل عزیز و گرامی برسانم جناب جبارخیل صاحب همه دوستایی که در این کشورهایی که در سفر داشتم هر کدامش فقط میگفتن که زنده باشه تلویزیون بهار و خوش هستیم که اینمتر یک تلویزیون آل به دسترس داریم که 24 ساعت برنامه های خاصتا تولیدی زیاد داره با هر دوسته که نشستیم هر کدامشان بسیار بسیار آرزو داشتن که تلویزیون بهار بتانن بنام یک تلویزیون سراسری ملی بر افغان ها بپذیرن همین نظریات دوستا و خانواده ها در اروپا بود دوستان ما که از افغانستان آمده بودن در هامبورگ با ایشان ششتیم اونا هم امیر ابراز میکردن که با همه مشکلات اینترنت با همه وضعیت که اجازه داریم و نداریم و بسیار مشکل ولی پیدا میکنیم تلویزیون بهار و برنامه های شما را گفتن میشنویم مجموعه برنامه های تلویزیون بهار همیشه تقدیر میکنن انس گرفتن بهش عادت گرفتن بهش و آقای جبارخیل این موفقیت برای شما و تیم کاریتان وسیلتاً می خواهم
عرض بکنم که گردن ما به اصطلاح بسته نمانه. جناب تیمورشاه حسن عزیز و گرامی، در هر کوچه و پس کوچه آلمان یا آمبورگ که می رفتم، به هر بازار و به هر مارکت یا مغازه، هر کدامش آقای تیمورشاه حسن برنامه های شما رو می دیدن و وظیفه گرفتم که سلام های گرم افغانایتان از اروپا بار دیگه براتون تقدیم بکنم. موفق و بهروز باشین. اگر بر همه برنامه ها که وسیلتا برای ما گفته شده از طرف افغانهای ما در اروپا نام گرفته اگر آغاز بکنم، باور بکنین که فکس یک ساعت وقت برنامه را خود گرفت، ولی همه قد میخواییم بگویم که این حرف مردم ما هست، افغان ما هست در سراسر اروپا و مخصوصا سه کشوره که من رفتم. اونا میگفتن که آل تلویزیون بهار یک تلویزیون است که ما خوش داریم خود ما در او برنامه ها داشته باشیم، که ما در او جا به نمایندگی از آقای جبار خیل عرض کردم که دروازه تلویزیون بهار براتون باز است، بیاین خودتان برنامه بگیرین، خودتان برنامه بسازین، خودتان لایف مستقیم از هر کشوری که هستین با تلویزیون بهار بیاین و نشرات خوب و استوار داشته باشیم ما و شما. این هست که برای هر برنامه ساز تلویزیون بهار همگی میگفتن زنده باشین. بسیار برای ما در این شرایط فعلیه که همه کس تشنه برنامه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، پروگرام های دینی و پروگرام های سیاسی و خاصتا پروگرام های حل پرابلم های خانه و خانواده و معرفی کتب و یا کتاب ها و بالاخره برنامه های وزین تلویزیون بهار تمجید میکنن. هدف از پرحرفی ما امی بود که وقت ما رفتم، اولین روزی که آمبورگ رفتم، اما حرف معروف محبت است که دل را نمی دهد آرام وگر نکیست که آسودگی نمی خواهد. بدان سبب امو جا هم آرام نششتم و سر زدم به استدیوی احمد شریفی در سراغ ناصر آریان. امو چهارشنبه که داخل آلمان شدم، امو چهارشنبه لایف برنامه خود به تلویزیون بهار تقدیم کردم که اناز ایالات متحده آمریکا به دست نشر سپردن، یعنی پیش بیننده های خود در چهارشنبه اول وعده خلاف نموندم. چهارشنبه بعدی که به کشور هالند بودم، اونجا هم با مهربانی های آقای جبارخیل با دکتر فاروق فردا از انگلستان برنامه بسیار خوب و جالب داشتیم که هر کدام از عزیزا و دوستا تلفن ها کردن. از جناب بشیر دژم، کسی که واقعا کل عمر خود وقف هنر در راه موسیقی کرده، بسیار خوش شدم که 600 نفر اعضای این انجمن در جمع کشورها همشون عضویت ای انجمن دارن و از آقای بشیر دژم بسیار بسیار ممنون هستم که لطف کردن، مهربانی کردن و انشالله که به زودی ها به سراغشان میریم و کارکردهای اونا را در لحظه که بسیار ضرورت است برای افغانستان رشد و احیای موسیقی که دوباره از بیرون ها جان بگیره و روز پس با قوت پس داخل افغانستان عزیز شود. آقای صمد کارمند، دوست عزیز، بسیار بسیار مهربانی کردن در آمبورگ، لطف کردن و جناب محمد زمانی از کشور هلند لطف و مهربانی کردن که از بیننده های بسیار بسیار
خاص تلویزیون بهار بودن. به هر حالت هر آنچه عرض کردیم و گفتیم، وقتی رسیدم به آمریکا، باز هم امروز چهارشنبه است و نخواستم که پروگرام وقفه داشت بیاید و با شما بیننده های بسیار عزیز و گرامی وعده خلاف نباشم. باز عرض میکنم که چو از آبش برون آری بمیرد، محبت را زماهی باید آموخت. آل دیگه رسانه، آل دیگه کمره، آل دیگه میکروفون برای من ماهیگون آب حیات است. ای که عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست دقیق است، ولی تا که توان دارم و میتانم از رای رسانه بر دوستای عزیز خود، بر نازنینای خود، بر همتان حداقل در یک هفته یک روز برسم، کلانترین افتخار برم خود بود. و انشالله که میتونیم با هم دیگر هر چهارشنبه تا حیات باقی است در تماس خواهد بودیم. دوستای بسیار عزیز و گرامی، پیام خاص برای دکتر صاحب غوث زلمی از اروپا. از هر کشوری که رفتم همی هر کدامش میگفت که منتظر ختم ماه جاری میباشیم که در هفته اخیر ما دکتر غوث زلمی با شما در یک برنامه هستن و اردویتان دوست داریم و سلامای گرم مرا لطفا برای دکتر غوث زلمی برسانید. دین هم ادا میکنم و برای همه برنامه سازان تلویزیون بهار که سلام ها فرستادن، سلام ها نثارتان بود، جان جور برای امتان میخواید. ولی هم امروز به مجردی که رسیدم و آغاز کردم به برنامه، یک بار سر زدم بین ببینیم که در افغانستان، در کابل کیها در چیها مصروف هستن. وقتی با جناب جبار خیل سب صحبت کردم، دلم خوش شد که تعداد زیادی از عزیزان ما همکاری بی‌شایبه خود با تلویزیون بهار هم اعلان کردن و هم شرکت کردن. قابل یاده ها نیست که خواهران گران قدر ما، خانم هایی که در کانادا هستن، به همه شما خواهران احترام تقدیم میکنم، شفیقه جان واحدی، مکی جان عارف، خواهر گران قدر ما که همیشه تپ و تلاش دارن، خودشان در بخشی که مصروف هستن کار با زنان کشورمان و بیرون از کشور، و مکی جان حکیمی و حفیظ جان درانی تازه به این صف پیوستن و تلویزیون بهار همیشه مواظبت میکنن. از شما خواهران گرامی یک جهان تشکر. اگر حیات باقی بود و آمدم کانادا، انشالله که با شما خواهران یک نشست به اصطلاح میز مدور خواهد داشتیم به اساس پلان تلویزیون بهار. وقتی به طرف کار و تپ و تلاش افغانهای بیرون از کشور میبینیم، بسیار بسیار خوش میشم که خانم شکیلای زدران که همه ما و شما با نامشان آشنایی داریم و با خدماتشان که این خدمت هم در درون افغانستان و هم بیرون از افغانستان به خاطر افغانهای خود انجام میدن، میتونم برای شکیلا جان زدران عرض بکنم که خواهر گران قدر، هر گامی را که شما به خاطر آرامش مردمتان میگذارین، خداوند اجر میده براتون. به مخاطر اینا بسیار بسیار کار بزرگ کردن شکیلا جان زدران که برای تعداد از سالمندان عزیز خانواده ها
پدران، مادران، پدرکلان ها، مادرکلان ها، اونایی که در خانه پرابلم و مشکل دارن تا مریض و مریض برداری و مواظبت و دوا و اینا را شکل جان زدرانشان بهترین کار کردن که یک کلینیکه که میتونه برای خانم ها و مرد های افغان پرستار بسیار بسیار لایق انتخاب کنن و در خانه به خدمت پدران و مادر کلان ها و یا پدر کلان ها و یا مادران باشن. این کار شکیلا جان زدرانشان و تیمی که کار میکنن بسیار بسیار ما را امیدوار ساخت که دیگه در کهولت موسفیدان ما، عزیزان ما پریشان نمیمانن که دوایشان کی چی وقت خواد داد، یک نانی که برشان میرسانن این را چطور خواد خورد، ولی برای سرششتن و برای تنظیم لباس ها و همه ما را کی خواد کرد، کی دست ما را خواد گرفت. اینی مؤسسه ای را که خواهر ما شکیلا جان زدران اعلانشان دادن، ما از شنیدن امی اعلان بسیار خوش شدم که بازم ما هر کی هستیم، هر چی هستیم، در هر کجایی که هستیم با فکر ازی باشیم که چطور برای افغان خود خدمت کنیم. ای نرس هایی که در خانه می آین و گلدسته های کهنسال ما را مواظبت می کنن، هم به زبان پشتو، هم به زبان دری و هم به زبان انگلیسی، یعنی دیگه که مادران بزرگ، پدران و پدرکلان و مادرکلان به این تشویش نیست که من خود انگلیسی نمیفهمم، وقتی نرس برای من میایه این نرس ها به زبان پشتو، دری و انگلیسی به خدمت شما خود. من از آقای جبارخیل تمنا میکنم که یک بار امیلان زیرا بگذارن و این خبر خوش است برای تقدیر و قدردانی از بزرگان ما که امید ایده دارن که نسل جوان میتونه به خدمتشون برسه. لطفا توجه کنید. آژانس سینیر کیر هوم هلت ایجنسی آماده نگهداری و خدمت به سالمندان دلبند شما در منزل به صورت شبانه روزی یا نیمه وقت، با داشتن پرستاران دری، پشتو و انگلیسی زبان در خدمت شما بوده و همچنان پاسخگوی سوالات شما به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی هست. شماره های تماس 347-323-3852 646-244-6733. موی سپید را فلکم رایگان نداد، موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. بسیار تشکر میکنم از جناب جبارخیل سب که اعلان گذاشتن و سپاس فراوان از شکیلا جان زدران و تیمشان. و امیال غالب جان آرام آرام برم یادداشت کرده داد که در نیویورک است این مرکز خدماتی سالمندان. تشکر از جناب جبارخیل که امیل ازل لایف ما را تصحیح کردن و به اطلاعی هموطنان عزیز ما که در نیویورک تشریف دارن و محوطه او، انشالله که مستفید میشن از این اداره. دوستای بسیار ارجمند و عزیز، جایی داره که از جناب کابلزاد گرامی تشکری بکنم که اگر در آلمان بودیم، اگر در هلند بودیم، اگر در فرانسه بودیم، هفتوار تلفن کردن فقط گفتن احوال صحت تو نمیگیرم و برنامه های ما را از اونجا لایو شنیدن. آقای قیام تشکر از شما که همیشه همیشه یاد میکنین و خبر میگیرین و بیننده خوب ما هستین. و قاسم جان انا امو حرف معروف که عمریست مرا یاد با مکتوب نکردی، عمریست مرا یاد با مکتوب نکردی، سنگین دل من بد نبری
خوب نکردی. خدا کنه که جانتان جور باشه. عزیزای دل، تلفونای ما روی صفحه استوار است. شما میتونین همین لحظه لایف مستقیم به می شماره های تلفن تماس بگیرین و حرفایی که با بیننده های عزیزتون دارین در مورد چطور خدمت باید کرد برای افغان و افغانستان عزیز. یک مجلسه بسیار بسیار عالیه که کار خود به خاطر خدمت برای افغانهای عزیز ما در افغانستان به نام Help Build Tomorrow. Help Build Tomorrow یا کمک کننده برای فردا. مثلا از جانب جوانانی که در درون افغانستان هستند، در ولایات و در کابل، اینا دست به دست هم دادن. تلویزیون بهار کوشش میکنه که کمک هایی که بعض عزیزا برای این نهاد میکنن، این نهاد یک تعداد جوانای غیور و نازنین هستن که به اصطلاح شانه خم دادن و اونا میخواین با یک مقدار پول کوچک برای یک خانواده یک دوکانک باز کنن. ببینین اینی بهترین راهش است. نه که تنها برم پیسه را دستش بده و ده تا کمره را ببر، دو دیگ پخته کو، باز لاین نفر بیای اینه می نان خوردن خلاص شد. فردا چی میکنن؟ پس فردا چی میکنن؟ عالی جوانان عزیز ما در افغانستان چی کردن؟ اینا دست به دست هم دادن که تلویزیون بهار هم اینا را با کمک افغانهای ما که خارج از افغانستان هستند، اگر بتانن اینی نهاد کمک بکنن که نسل جوان است. مخصوصا خوشبختی در کجاست؟ نسل جوان است که نبر شوت خوردن عادت کردن، نخیانه کردن و نسل جوان هستند که بسیار بسیار قابل قدر هستند. برای بفرمایید. سلام گرم و پر محبت ما آقای اسکریز در شما برسد. سلام و احترامات ما را هم قبول بکنین. خدا کنه که با خیر و عافیت باشه. بشکر. بسیار شما را خوش آمدید میگم که بخیر پس آمدین. ما برنامه ایتانه که در طرف های اروپا بودین تعقیب کردم، اما متاسفانه از اینکه زنگ را نتانستم مرا میبخشین. خواهش میکنم، لطف کردین شما. دیگه امروز خواستم کمرای شما هم صحبت شوم. برنامه بسیار خوب و هم بسیار کار درست کردن شکیلا جان زبرام، ازش تشکری میکنم که برای سالمندان یک کمک بسیار کلانی هست کردن. و اکثر سالمندان ما به زبان انگلیسی بلد نیستن، خوب است که به زبانهای فارسی و پشتو هم برشان نفر معیا هست. اینمی خانم ژیلا جان باید بگویم که رسالت در اینمی است که مثلا ما در برنامه خود که تا حال نیم ساعت برنامه برقاسا گذشت، از سفر مانده خسته زله اومدیم، دوباره پس برنامه خود با کدام مژده دادم برای بیننده خود که امی بیننده ما حداقل خمقه بفهمه که در اینمی برنامه که آقای امانشکریز خودت آمدی چی گپ خوب برای ما داری، چی مژده خوب داری. شما برنامه تان با مژده بسیار خوب آغاز کردید. امی مسائل را که شما به مردم رساندین که یعنی برای سالمندان یک کمک بسیار کلانه هست. بله. و همچنان گفتین که مؤسسه خیریه یعنی برای کمک رسانی برای مردم افغانستان هم باز شده، یه هم بسیار یک کلان گپ هست. بسیار تشکر. یعنی مامرا موفق داشته باشه، دیگه وقت بتونه نمیگیرم. بسیار تشکر. همین دو مسائل را که شما در میان گذاشتین بسیار مسائل خوبی هست. بسیار تشکر. دیگه ما بلای نستم برنامه تان را تعقیب میگم، بازم شما را خوش آمدید میگم. شما سلامت باشین. وقت نمیگیرم. خدا زنده باشین. بسیار تشکر خانم ژیلا جان که از نیویورک صحبت داشتن و شنونده و بیننده همیشگی ما هستن و برنامه را
تقویت میکنن. دوستان عزیز، من عرض کردم به شما که یکان حرف خوش و خبر خوش هم بتیم برای بیننده خود. که بیننده عزیز، تنها مایی که در خارج هستیم پریشان نیستیم، اونایی که در اون افغانستان هستن مثل ما و شما هم کوشش میکنن که اگه بتانن برگ، اگه بتانن خرمای به اصطلاح بر ثواب خود کار کنن، و این اصل جوانه که ما گفتم اینا دست به دست هم دادن. خدا کنه که اینمی نسل جوانان ما در کل ولایات دست به دست هم بتن، اینی را را پیدا کنن. کلمه عرض میکنم کی خبر چی خبر خوش است. یک تعداد جوانان عرض کردم که دست به دست هم دادن در تماس با تلویزیون بهار، گفتن که همی پول را که هموطنان ما از اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا هر کجایی که روان میکنن، این فقط یک سه دیگ پلاو پخته میشه و یک ذره قورمه داشت انداخته میشه، این بسیار خوب است. ولی یک سوال، این کسی که دیگ ها رو بار کرده فقط انتظار داره که کمره ها چه وقت میره سر حالت نان خوردن گرسنه که پلاو یکی دو سال است که ندیده. ولی این نسل جوان میگه این میره خو برای نان میایه، خوش میشه، یک شکم سیر میکنن، ولی فردا چی میکنن؟ این خانواده پس فردا چی میکنن؟ ایران میشن که خدایا باز کی خیرات میکنه که ما بریم. این نسل جوان پیشتر عرض کردم که با قوت، با ایمان، پاک، بچه های افغان، خانم های افغان به نوعی از انها دست بسته کردن و میگن که بیاییم که تو کار شروع کنیم. علی کمک کار یک دستگاه، یک دوکانه که خرد برای یک خانواده جور کنیم. میگن ما تدابشان میگذاریم، این جوان ها میگن مثلا یک کراچیگه که بسیار مقبول میگه براشان جور میکنیم، باز یک دوکانه که میگیم اینی دوکانه که ما برای شما گرفتیم، این ما برای تا نمی به اصطلاح کشمش و نخات و کوک و فانتا و اینا را میاریم، بشینین در این دوکانتان. اینی سرمایه گذاری اول جوان ها میگه این ما برای شما با کمک عزیزای ما که در خارج از افغانستان هستن، اینی رو میگم ما برای شما. امو حرف معروف نی که برای دوستت مایی خوردن یاد نته، هر بار که مایی برش بریان کنی مزهش میده میخوره، صبح باز چطو میکنه. میگه برای دوستت مایی گرفتن یاد بته. بله دوستای عزیز، ما باز عرض میکنم که یک ساعتی که ما هستم با بیننده خود بسیار بسیار کوشش میکنم که در برنامه خود کاملا قطع امید نکنم سر افغانستان. والله بیادم نه دیگه، افغانستان از دست ما رفت، خلا شده. هیچ وقت افغانستان از دست ملت غیور افغان نرفته. جنگ ها را دیده، سقوط را دیده، بلند و پایان و نشیب و فراز زندگی را الاد سیاسی دیده، ولی افغانستان هیچ وقت از دست ما نرفته، نمیره. من برای شما بگویم ای که امروز یکی میره و دگه میره و یکی میره و دگه میره، اصطلاح هندی است که میگه لک های لک جای. فلحاظا این نسل جوان چه میکنن؟ میرن برای خانواده یک دوکانک جور میکنن و پودتون میگن اینال دیگه خودکتون یارا بفروشین، برین از مغازهای کلان کلان پس دیگه سودا بخرین. این اینجاست که ناصایب دوکانک خارد این سرمایه گذاری کوچک میگن، ولی برای فردا کلانترین اجری نیست که بتانین شما خانواده های بی‌بضاعت کمک کنین. استاد پوانتو، معلم آگاه و دانای لیسه، ششته در روی سرک بوترنگ میکنه و و و و و میبینین آدمی که به توت نمیارزه، میای اول یک پای خدا بوت خدا نمیکشه از پای خود. دوستای عزیز، یک پای خدا پیش میکنه برای معلم، باز دیدی که جلا داد، باز پای دیگه خدا پیش میکنه و باز میره به طرف چور و چپاول و رهزنی و کشتن و بستن. آله چقدر خوب است که برای نمی معلم سه، برای نمی استاد یک دوکانه که خورد، یک کراچی، یک کلانه که بتونه اینمی چرخ روزگار جور بکنه.
اگر مثلا $100 یا $200 برای خانواده اینه در سرمایه ابتدایی شروع میشه که همه گی کمک کنن از خارج، یک وقت ببینیم که دیگه طفل گرسنه شو تا صبح در فکر خیرات مردم نیست که چه وقت در کدام کوچه نان پخته میشه. از آقای جبارخی خواهش میکنم که ما همیشه گفتیم هر آنچه میگه میگی، سخن را چو گفتی دلیلش بیاور. از لحاظ فن مطبوعات، از لحاظ فن ژورنالیسم، از لحاظ راه و روال برنامه سازی امیست که تا موثق از سه من با یک چیز را نداشته باشین نگو. این حکم رسانه‌ای است که براتون میگم، شامل قانون رسانه است. از هر چی که از سه من به موثق دقیق نداشتی نگو، برای که مسئولیتش سبا سرتون میمونه. فلهازا ما آرانچی که گفتم بیاین از آقای جبارخیل تمنا بکنم که امی سرمایه کوچک ولی فردای بزرگ که جوانا دست با دست هم دادن خانواده ها رو نجات میتن، امی اگر بگذارن من بسیار خوش میشم. ما به ساحل رسیدیم، طبق وعده که ما به سیرا جان وعده کرده بودیم که ما بر زمینه کاری را ما سایت میکنیم، آمدیم و ما اموالش را میچینیم، باز به خیر تسلیمش میکنیم، میریم به فرد دیگر. مداده چه در دقیقه ورد که بزنس به طریق دیو او کولی سی خپل کورنه تا نفقه برابره که او پاینده که ترده بیره امکانات ترلاسه که او دا په دکان تبدیل کی او بل اخره یو دا خصه او ورځ سی چې خپل کورنۍ په ټوله معنا سپورټ کی. مارک تکمیل شد دیگه، پروسه تسلیمی است که ما باید به سیرا جان تسلیمی بدیم. همین بزنس کوچک ما برای جور کردیم، امیدوار هستیم که از طریق این بزنس بتانه فامیل خود بهتر و بهتر حمایت کنه. شکری میکنیم از این حاد کراچی رو ما جور کردن دخته پایره دقا دویم کراچی هم تکمیل شو چهاری طول مکمل من سامان رو پر طریق سره که خستلی اوز دویم کس چه سجاب نمیگی اگه تو مونگ داگه کراچه انتخاب کرده اگر اغوارو او اگه تا تسلیمه او خوب منان علی تاس خواه چه مونگ داگه زمینه مساید که ترسو چه مونگ دیده نخه گرده و اخلاق پل فامیل داده مشکلات خوب اصلا. بله دوستای عزیز، این نسل جوان است که نیتانه ما را امیدوار بسازه که اینا بر ساختار جامعه ولو که بسیار کوچک ولی برای آینده مردم خود فکر میکنن. ایما را امید میتده بیرون از افغانستان که هستیم که انوز قوت ها و نسل نیرومن و جوان است که میتونه برای احیای مجدد افغانستان تبتلاش کنه، کار کنه، بدون در نظر داشته که تو کی هستی و من کی هستم، تو با کدام زبان صحبت میکنی و من با کدام زبان میشنوم. همه ما یک صدا از یک هنگره از یک زبان، فقط امی را داریم که تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است. با آهنگ خوب آقای جواد غازیار که میشه یادم میاد سلام مام بپذیرن. یک تلفن دارم دوست عزیز، بله بفرمایید. سلام ادب جناب قیام صاحب، سلام و احترامات بی پایان، شما خوب هستین؟ مهربانی میکنین آواز تنگ را پخش ممنون کنم تلفن ما کم نخص داره پیش شما. به شما آواز بلند است غالب جان، کنترل کنید اگه بلند شد آواز ما برای تصمیم. پس تشریف آوری تا به ورژینیا خیر مقدم میگم. خوب شد که با خیر آمدی. چند شب پیش اینجا یک تعداد زیاد از دوستا به شمول باری جانی و دکتر صاحب زاید، دکتر صاحب سید مبدون رئیم
دکتر صاحب کبیر آقای رومانی ناکلی تشریف آورده بودن و از خود پرسان کردن. باز ما به تلفن خود تلفن کردم مسیج ماندم، متاسفانه که فکر میکنم که بجی ها تشریف نداشتیم. بله نه خیر، من با فرانسه بودم و بسیار مرا ببخشید، کاش می بودم که در محفل شرکت میکردم، ای بزرگار ای عزیزای قابل قدر می دیدم، ملاقات میکردم، مخصوصا جناب وزیر صاحب بسیار بسیار آرزو داشتم که لندن آمده بودن پیش شما اونا رو ببینم. به هر حالت یار زنده، صحبت باقی قیام صاحب. خب بازم جای تاسف نیست، هر وقتی خواسته باشم یک پروگرام اگر باز خود ترتیب و تنظیم کنی وقت داشته باشی و بسیار آسانی اونا رو گرده هم انشاءالله آورده میتونیم، گرچه که وزیر صاحب رفت پس لندن اما دوستای دیگه به ویرجینیا تشریف دارن و میخواستن که در این مسائل که خود بسیار علاقه داری در این ارتباط گپ هم بزنن. به میتایید یا گفتار خودت یک داستان کوتاه برات میگم. چند سال پیش من کابل رفته بودم، در خانه ما در سرک سه کتی سنگی بود، دان سرک یک سنگ فروشی بود، همونجا برادرم وقتی که خانه می ساختن از اون سنگ فروش بسیار سنگ خریده بودن، بسیار دوستشان شده بود. دمو دان سنگ فروشی که تیر شده بود بسیار شلش دید بینم را ما یک چای بخورین. خب دو خودیم در دکان ششتیم، همونجا چای خواست داریم و یکی از این برادرهای ازاری ما و شما یک کراچیگک داشت، همونجا به اصطلاح ما و شما سابق جوالی ها در پیش خود یک ماله می برد، حال در مکرای چای خورترک خورترک دانند در اون می برن. خب در اونجا یک دو سال شیشه می کن، وقتی هیچ بزنس برش پیدا نشد، مفهوم کاکا چرا یک کار دیگه نمی کنی که چه والا نمی شه دیگه خود نیدمی کارم است، من چی کار کن؟ مفهوم همی ستایی که بیکار می باشی دو سال که برای کام بزنس پیدا نشد، اگه طبعاً دیر می جد کلا میوه یک چیز بفروشی، اما به اصطلاح ستایی که بازی کار پیدا شدی کار رو بازین در غیر از همی کار کن. گفت که مکتا مکتا کار برم پیدا شد برم اینجا مردم کلای مکتور میکنم. و دکاندار ما گفتیم که اگر این کار بکنه خودت میویش اینجا نگابانی میکنی؟ گفت نه تنها من از میویش نگابانی میکنم، اما اگر کنم کسما پیدا شدم برش فروش هم میکنم. خیلی گفتیم همین کارا بکن. خب خلاصه کلام برد بگم مرشد سوی بسیار وقتا نگیرم و گفت که همین کراچی ره که من میسازم یک دو پانزه هزار افغانی کنم کار دارم براستی او ره یک کراچی بسیار مقبول مقبول رو ساختم. خب من یک چند افغانی را دادم، یک چند دلار که همین را برد یک کراچی هم بسازو همین کارم بکن. آل اون اون آدم میفهمه که در ظرف چند سال بیخی یک بزنس مهین شده. برادرمون برای من تلفن میکنه میگه قدر کاکای واس دعا میکنه از تو که میگه تو یک بزنسمن شده که یک کراچی بسیار خوب ساخته، در هر موسم هم چیزی شه میاره، بطه مثال در زمستان کیلا و مالتا و چیزا، در بخار بازای نک و بکتک دستی و کمربند و چیزا، فضل خدا روزگارش میگه بسیار زیاد خوب شده. این مثال به خاطر برای تیر کنم که قرار فرمودی خود تیوازی که یک آدم مایی میتیم باید مایی گرفتن یاد بدیم. بله اونو ما آدم یک کمک بسیار بسیار ناچیز ما که ممرایش یک رانمایی که امروز فضل خدا میخواه 20 هزار پای خود استاد است و برادر میگه همیشه که ما تیر میکنیم تیر میشیم، ما را گفت دعا میکنم کنیم و حاجتی نیست که ما دعا کنم. خب ما یک را برشن شام داد ده اگر کدام شب وقت داشته باشیم بیاییم اینجا دوستا را بسیار کلا دکلا بکنیم، اینم که موضوع را که میخواین در افغانستان پیاده کنین سر از موضوع گپ بزنیم، بسیار زیاد خوش میخواد. هزار هزار یک مشکلی ندارم، ایره با آقای جبارخیل هم در جریان میگذارم ایشان انشالله، میتونیم که بسته یک پروگرام لایف اون زمان محفل خود داشته باشیم، همی عزیزا باشن همشون سر امی که چطور بتانیم مرهم شویم که به زخم وطندار عزیز ما، چه خواهر چه مادر چی برادر چی پدر کلان و چی اطفال، به اون سبب انشالله تعالی که ما با تماس باشین آقای قیام، ما با شما با تماس می باشین، یک برنامه ویژه و خاص از امونجا لایف انشالله تعالی با کمک غالب جان اشکریز خواد گرفتیم. شما زنده باشید، هر وقت شما تیم کن باز بر من زنگ بزن تشکر. لطف کردن بسیار می رو بینید جناب قیام سه، بسیار لطف کردن. با خدا مصبارم تمیرم.
بله دوست عزیز، همه ببینین از گام خوب، از حرف خوش، همه کس خوش میشن. راهی بیرون رفت. وقتی که ما در اروپا با هر جایی کسایی تازه در افغانستان آمده بودن، ببینین دوست عزیز، باور به خدا کنین که صحبت میکردم، اونا میگفتن، میگفت مثلا اینقدر پول از خانواده ها خدا خیرشان بده میگه به افغانستان میه، اینقدر پول میایه، ولی این پول فقط کمی داده میشه، این پول فقط که رسید خلاص، همین صبحش میگه برنج، روغن، گوشت، هر چیز دارن، ولی برای 5 روز 10 روز خلاص شد دیگه، باز خلاص شد، باز اینا چرت میزنن که چطور کنی. اینی خودش کلانترین. بله فرمایید جناب عزیز القدر. استاد اشخیز عرض سلام احترام با شما. جناب کابلزاد گرامی سلام با شما، و پیش از اینکه آواز شما را ما ببیننده ها بشنویم، از شما تشکر می کنم که چی میگن در سفر و در حضر احوال ما را داشتین، احوال ما را گرفتین، پیام هایتان را در برنامه ها لطف کردین. خداوند شما را با صحت داشته باشه. بفرمایید. چون با شخصیت شما و دانش شما حرمت دارم و همچنان تماما عزیزای ما در مجموع افغانستان با شما ارادت دارن، و همچنان ما خوش آمدید میگم، آمدن شما را خیلی مقدم میگم، و سفرهای شما همیشه مطبوعاتی بوده، با دلسوزی بوده، با تماما برنامه سازهای بسیار آگاه و دانا شما ارتباط گرفتین، شما افتخار فرهنگ و ادبیات کشور ما هستین، یک شخص چندبودی و دلسوز هستین. ما باید شما را و امثال شما را و بزرگان با ما باید حج بگذاریم، احترام کنیم، در زندگی یادشان کنیم. مثل که من صفات داشتم، گفتار داشتم در مورد دکتر سرناشناس، یا در یک برنامه ما گفتیم که بعد از این عزیزای ما که منورین هستن در موسیقی، در علم و فرهنگ حیات دارن، سرسفیدای ما هستن، ما باید از اینا قدر بکنیم. و همچنان ما در مورد و زین بودن تلویزیون بهار شخص ما عقیده مند هستم، میگه خلق خوش خلق را شکار کند. همین خود جواهر یک حیثیت بسیار آرام داره، شخصیت بسیار برازنده است، دلسوز است، فرهنگی است. بنابراین این تلویزیون به مسابقه تلویزیون ملی مردمی هم پذیر است. بنابراین تانست که عبیدجان ورغزی یک شخصیت بسیار شناخته شده کشور ما که بسیار دلسوز به وطن بوده و کارهای شایانه داشته که ما مردم اینا را میشناسن، اینا آمدن و به تلویزیون سپیسات برنامه داشتن، صحبت های همه جانبه در بخش سیاست، ادبیات، اجتماع، که من سخت خوشحال هستم از آمدنشان، و اینا یک گنجینه هستن که در گنجینه های تلویزیون بهار افزود شدن. عزیز استاد گرانقدر، در صحبت های از اینا من یک جرأت اخلاقی دیدم، اعترافات بسیار پاک دیدم، و قدر زر زرگر می فهمم که جواهر اینا را دانستم که دعوت بکنم. و ما در مورد عبیدجان ورغزی تقریبا چند بار با جواهر صحبت های داشتیم، و همچنان ما دوستدار امی اشخاص وزین هستم، مثل که عبیدجان و برادران عزیزشان سعید جان ورغزی. سعید جان ورغزی امی تانست که در خارج از کشور موضوع فیلمای افغانی را حتی به سطح هالیوود جایزه بگیرن، و دو ما قبل اینا یک فیلم ساختن. اینا سه برادر بسیار وفادار به وطن و مردم خود هستند، مثل فاروق ورغزی که رئیس یک بخش مطبوعاتی است در اروپا. بنان ما با اینا حق میگذارم و احترام میکنم، و آمدنشان در اینجا ما خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که سوار دیگر وقت شما نبوده باشم. عرایز ما همینجا بسنده میکنم،
یا زنده صحبت باقی و یک گفتنیگه که کوتاه هم دارم. بله. که به مثابه یک چای زعفران ایزار و نقل بادامی در سر یک میز برای عبید جان عزیز ما و جبارخیز عبی گرامی که دعوت کنندهشان بودن، به ما امروز بانگ رفتم و خدمتگذاری کردم برای جبارخیز عبی قسط محمود ارما و همچنان خبر روزای سر را گرفتم و باشان تماس گرفتم. ما باید منعیس عادتی که دارم یک توفه ناچیز برگ سبز توفه درویش یا مسکین عقیر کابرزاد باید بر از اونا هم برسد. ما ارادتمند شما هستم، افتخار میکنم با تلویزیون بار و خود از و خانوادی از این بار میدانم که ما از مصارف ماوار ما یک چیز کم میکنم و بر فرهنگ خدمت میکنم و برای یک لقمنان گداهایی که هستن در افغانستان ما همه از چهار وقت نان خود میگذرم و یک وقت دفاع میکنم تا از دل گرسنه ها بیایم و شما شکیلای زدران این خانم با عزت دلسوز که یاد کردین، ما روابط کتشان دارم، نمره تلفونشان دارم در بخش کلان سالا، انشالله که من با اونام تماس میگیرم. از میشه با قادت باشین جناب اشکری صاحب، برنامه شما با در بخور و پر مطویات هست. بسیار تشکر از شما جناب کابلزاد عزیز، همیشه لطف کردین شما با امیدوار هستم ببخشین که وقت برنامه شما رو خواهش 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 برنامه خودتان است، برنامه هر بیننده ایم است. بسیار تشکر، تشکر، لطف کردین، خدا حافظ، زنده باشین، شما لطف کردین، خدا حافظ، خدا حافظ. تشکر از بیننده های بسیار عزیز و گرامی، کامنت که لطف میکنن، میربانی میکنن، از همه تان سپاسگزار هستم. دوستای عزیز، جناب صدیق شکیب حسینی، عمر جان صدیق، سلام احترامات مرا بپذیر. نسین جان طاهری، ارسلا جان، ارسلا فخریه، خب چون در این کشورا کادم آمد اما نام اول نام دوم میشه سیم تو کس پیش خود نفرم گم است که نام اصلیم چی است، ولی من معرفت دارم با شما مهربان فخریه جان ارسلا که بسیار لطف کردین همیشه همیشه شما برنامه های ما را تلویزیون بهاره و مخصوصا در برنامه هایی که من دو سهم دارم لطف و مرحمت و مهربانی میکنین. خاطر جان ابوی، سلام فراوان به شما، شکر که صحت دارین و امیدوار هستم که بتانیم یک لحظه مورد خدمت برای شما و همه خواهران و برادران خود باشیم. جناب کریم جان توخی، احترامات ما رو بپذیر، دیر است که احوالتان نداشتم، بسیار بسیار خوش هستم که پیامتان گرفتم، بسیار لطف کردین، مهربانی کردین، تشکر. دوستو عزیز، بسیار جالبی است که بین که دیگه تو چه میگن بی پرده میره براتون بخونم. دوستا عزیز، یک کامنتی که برای من نشته شده از کابل، عزیز ما نشته میکنن که من امام شایق نام دارم. بله، من امام شایق نام دارم و از کابل از افغانستان با شما در تماس شدم، خیلی کوشش کردم بتوانم تلفنی رخ شوم ولی اینترنت ناجوانی کرد. با هر حالت آقای محترم امان اشکریز، ساعت 12:30 شب به وقت کابل است، برنامه های تلویزیون بهار را با دقت می شنوم و برنامه های شما را دوست دارم، مثل که یک زمان پدرم قصه می کنه که برنامه های مرزا قلم را هر پنجشنبه وظیفه خود می دانستن ببینن و ما آل هر چهارشنبه به سراغ برنامه شما از طریق تلویزیون بهار هستم. تشکر جناب شایق از شما در 12:30 شبی که در افغانستان هستین، از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که تماس گرفتین.
و در این حال اخیر یک سوال هم دارم. میدانم مرا انتقاد میکنید، ولی خوش دارم از زبان شما بشنوم. بسیار شنیده هم، ولی از زبان شما میخواهم بشنوم. سوالم این است که خواندن پنج وقت نماز برای صحت و سلامت چه مفیدیت دارد؟ خدا حافظ، امام شایق. تشکر شایق عزیز و گرامی. اول خود لطف مهربانی تشکر، بسیار سپاس که در نا وقت شب در کابل زیبا برنامه را میبینید. در مورد سوالتون که سوال کردین که از لحاظ طبابت پنج وقت نماز خواندن چه فواید داره، در این مورد باید عرض بکنم که اول خودم مطالعاتی که در مورد دین اونطور که خودم پس تشریح بتم ندارم. هر بخشی که اگر کسی از ما اینطور بدانه که گویا ما اگر سوال در مورد ساینس هم کردیم ما باید جواب بتم و بگویم بله من میفهمم، اگر در مورد ادبیات هم سوال کنن بگویم بله من میفهمم، و اگر در مورد موضوعات دینی هم سوال کنن بگویم بله من میفهمم. این اینجاست که ما یک آدم کمالگرا میشم. باز کمالگرا، لطفا بیننده های عزیز، جوانای ما امی کمالگرا رو یادداشت کنین. امیال پیشتن بسیار جالب است. کمالگرا، باز ما او وقت کمالگرا میشم. فلهازا من تا سطحی که خودم آگاهی دارم او رو میدانم، عرض حال بکنم، ولی ای که چقدر شما رو قانع میسازه من خود عاجز میدانم. هیچ وقت من نگفتیم که همه چیزا میفهمم، همه کاره هست و مینویم. ما بودیم که خدمت کردیم دیگه هیچ در تاق بلند ششتا بودن اتون نیست. به حد توان خود مرچوار، مرچه که آرام آرام کودهای گله میکشه و یک جای کود میکنه، با او وجود خود اونو تر مرچوار اگر تانسته باشم مورد خدمت قرار بگیرم راحت و خوب خود احساس میکنم. ولی در مورد سوال شما اینا نه، اگر جواب ندم من نمیفهمم. آقای شایق، شما اگر خاطری که امتحان مرا میگیرین و ما عرض کنم که فواید پنج وقت نماز از نظر طب چیز، خب من دیگه حال سن سال من از امتحان گرفتن و امتحان دادن تیر شدن. ولی اگر بود دیگه داره که گفتین از زبان من میشنوین، من فقط بسیار مختصر برتان عرض میکنم که شما وقتی در جهان طبابت پیش هر دکتری که میرین، چه که در افغانستان چه که در خارج از افغانستان، با مجرده که رفتین اولین سوال است امین. خب گاهی میگه شکر دارین، گاهی میگه چربی خون دارین، گاهی میگن فشار تو بالا دارین، فشار نامنظم دارین، خواب درست ندارین. نمیگه پا سوال هر دکتر همیست که یکان ذرا ورزش میکنین یا نمیکنین، پیاده میگردین نمیگردین، حرکات فیزیکی دارین ندارین. امی سوال تمام دکترهای جهان هست وقتی از ما مردم پرسان میکنن که ورزش میکنین. نخیر، وقتی از ما پرسان میکنن که حرکات در وجود دارین که مجموع وجود در حرکت بیایه و بتونین از پنجه ها گرفته آغاز کنین تا مجموع مفصل ها، میگیم نی. پس دیگه دیالت اونموز که واقعا میتونه حرکات مفصل ها بر صحت بسیار خوب باشه. یک بخش طبابت که من عرض کردم، عالمیال بسیاری کسای ما که در میخانام در کوچ ششتن و در چوکی ششتن و پشت لپتاپ ها میشینن برای کمپیوتر، نشستن چوکی، بالاخره ما رو تا کجا رسان که گل سر چوکی ششته میکنه دربار. یعنی ما دیگه چهار زانو ششته نمیتونه. اطوره که
خاطر که میتونن در افغانستان هم یالم چارزانو میشینن و دسترخان کوهار میشه نان میخورن. مگر اگر ما را بگوین چارزانو بیشی وقت ششتیم بود یک کسی دیگر ضرورت است که دست ما را بگیره برای اینکه آینکای زانوی ما اید دیگر به اصطلاح به قاد شدن ای آینکای زانو عادت نکرده، همیشه استاد بودیم را رفتیم با ششتیم ولی ای مفصل ها حرکت نداشتن، ای آرام آرام خودش از کار میمانه، اونموز که بر ما هزار یک مرض پیدا میشه. ولی نظر شما به ارتباط سوال دینی اگر بگیریمش دوست عزیز مبازرد میکنم، من آدم اجمدان یا کمدان میخوایم عرض بکنم که شما ببینین رازی که در پنج وقت نماز شما گفتین، بله در 24 ساعت که شما پنج وقت نماز حساب میگیرین یا از صبح پیشین و دیگر و شام و خفتن، در اینمی پنج وقت نماز شما میفهمین که 120 بار تمام عضلات شما در حرکت میشه. هر باری که شما نیت میکنین از نماز صبح گرفته، از فرض و سنت گرفته و در ماه مبارک رمضان تراویح 20 رکعت، اینا کل شما میبینین که وقتی یک نقطه را با هر دو چشم میبینین، وقتی که آیت میخوانین چشمتان به یک نقطه است، ای از لحاظ تمرکز فکری بسیار زیاد مفید است، فایده داره. ولی وقتی که میرین به رکوع ببینین، با رکوع رفتین آینکای زانویتان قد میشه، وقتی به سجده رفتین درست آینکای زانویتان قد میشه، وقتی پس میشینین و استاد میشین ستون فقرات در حرکت است. حتی اتاورید های کلان گردن هر باری که میگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هر بار ببینین شما در روز چندین بار حرکات گردن دارین در راز خوب نماز خواندن. پس همه مفصل های وجود در حرکت می آید. این خودش می تانه جواب به تبر دکتر که ورزش می کنی، میگه بله ما پنج وقت نماز می خوانیم، یعنی تمام حرکاتی که مفصل باید بکنه ما رو انجام می تانم. گذشته از او از لحاظ روانی وقتی که پنج وقت نماز تخوندی آرامتر از پیشتر می باشی، بعد از نماز بسیار آرامتر می باشی. فلهازا این عرض ببر آقای شایق در کابل عزیز بود. امیدوار استم که تا یک مقدار که من هیچ مدان و سوال دفتن شما آمد ایره من جواب داده باشم. دوستای بسیار ارجمند و عزیز، برنامه ما داره همینجا به پایان میرسه. در ختم برنامه یک بار دیگه میخوایم از جناب تیمورشاه حسن و امروز نشستی که با جناب سادات داشتن به حیث یک شنونده و بیننده برنامه آقای تیمورشاه حسن باید بگویم که هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش باد. بله آقای حسن فوق‌العاده برنامه عالی دادین، اینمی لحظه زخم ما را که واقعا مرهم گذاری کنم وحدت ماست، یگانگی ماست، همپذیری ماست و شما امروز در برنامه تون با میمان عزیزتون همه چیز بسیار صادقانه، بسیار وطن دوستانه، بسیار با ایمان طرح کردن. آل دیگه وقت فصل کردن نیست، وقت وصل کردن است. شما امروز صحبت سفیر پیشین پاکستان شنیدین دوستای عزیز؟ شما یک بار توجه کنید چی یک مصاحبه کنه. گفت وقتی که طالبان آمد من در کابل بودم، سفیر پیشین پاکستان آقای منصور می فرماین، میگن وقتی که طالبان آمدن من در کابل بودم. پس ازش سوال میشه که غیر از شما رئیس استخبارات پاکستان هم در کابل بود؟ باز ای سفیر پاکستان میگه که بله، برالاوی رئیس استخبارات پاکستان چندین رؤسای استخبارات دیگه کشورها هم در افغانستان بود، ما اونجا بودیم که طالبان آمد. سوال دیگه برشتر همیشه که آقای سفیر
شما در ساختار کابینه طالبا هم به اصطلاح قلم گذاشتین و مشوره دادین و انتخاب کردین. آل دایی مهربان، آل پاکستان، آل که خودش دیگر در ظرف این سه ماه شما خوب ببینین که در سه ماه در پاکستان چه حالت ها می آید. چیز را که می خواست، زهر را که به طرف افغانستان پاش دادن در طول 50 سال به این طرف و شاید بیشتر، ولی 50 سالش که بگیریم، آل او زهر پس هر کدامش بلای جان دولت نظامی پاکستان میشه. نظامی به خاطر گفتم که از بدر تأسیس تا آخر تمام صلاحیت در پاکستان نزد جنرالان نظامی است. ولی هازا برسی ها دیده درایی میگن که بله، ما بر افغانستان آل یک حکومت اما شمول میخواهیم. شما ببینید مثل یک معاون رئیس جمهور افغانستان وارد صحبت میکنه، ما برای آرامش افغانستان یک حکومت بر پایه های وسیع میخواهیم. ما در افغانستان میخواهیم که دیگر جنگ نباشه. ما امی تو کی هستی آقای سفیر؟ تو مگر فراموش میکنی روز را که داود خان شهید حکم سفربری داد در زمان صدارت خود، در زمان پادشاهی اعلی حضرت محمد ظاهرشاه که امر سفربری داد و نسل پرغیدت افغان دمی چمن حضوری دیگه جای نماند، از هر ولایتی که آمدن دیگه جگه جای نماند و اینا گفتن ما آماده هستیم حرکت کنیم. در اونمو وقت اونمو فصل اونمو زمان ایجاب میکرد. باور کنین که از این قسمت های پشاور، کچگلی، کمپ بابو، کارخانو، این از اینجا باور کنین که نمی عسکر پاکستان میدوید که برای طرف لارپیندی و طرف اسلام آباد نه و صدا میکرد پتان آگایا، پتان آگایا، پتان آگایا. این اونمو پتان هاستن آقای سفیر که هیچ وقت انشالله که اینا سرخم نمی کنن. خب گیرم که غلام حلقه به گوش میکرین یا او میخره یا او میخره یا او میخره، دلال قضیه پاکستان هست میشه. ما برای دوستای خود در ختم برنامه خود میخوایم یک عرض بکنم که دوستای عزیزم، بله فرمایید. بله لاینتان گشتق قربان. بله تلفن اخیر بود، من میخواستم تلفن شما رو وردارم ولی من بسیار متاسف هستم که تلفنتان قطع شد. نمیفهمم ورنه تلفن شما رو مجواب میدادم. بله فرمایید. بله جناب اشرف، احترامات تقدیم. انجینیر ناصر هستم از افغانستان. سلام انجینیر صاحب گرانقدر، چقدر خوش هستم که چطوری بزرگوار از افغانستان، از کابل زیبا میلزا آواز مبارک شما را میشنوام. بفرمایید انجینیر صاحب عزیز. قربانتان، احترامات تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت جبار خیل صاحب بزرگوار. شکر که باز بخیر به امریکا برگشتین. شما زنده باشین. بسیار لطف کردین انجینیر. انشاءالله که صحت باشین. من برادر ما که در مورد نماز سوال کردم که بلی منفعت داره، بلی اجازه بدین که یک مطبک کوتاه خدمتتان عرض کنم. بفرمایید. میگه یک بچه از پدر خود پرسان کرد که پدرم نام خانم مولا نصرالدین چی بود؟ بله پدرش گفت بچه این بسیار گفت خوب سوال کردی. گفت اینمی سوال ها گفت من جد بزرگوارت کردم. بله. گفت من از قبل از او روایت میکنم. بله. که او برای من گفت که من هم نام زن مولا نصرالدین رو نمیفهمیدم ولی این سوال ها من از مولای مسجد کردم. بله. این نام زن مولا نصرالدین چی هست؟ بله. گفت او گفت که مولا صاحب نفهمید که زن مولا نصرالدین چی نام داره. بله. به شکل یک طنز بود. خواستم خدمت عرض کنم که در ضمن احساس خنده هم کنیم و این دوستای ما بعضی سوال های میکنم که آدم ایران میمونه چی جواب بگوی. اگر آفز هست قمیر خود باید جواب بگو. بسیار تشکر از شما، خوش شدم که صدای مقبولتان شنیدم. جور صحت سلامت باشه. بسیار تا آینده. از شما تشکر که در این وقت شب چند بجه تانسته انجینیر صاحب؟
از ما و امو کسی که برتان مسید مانده بود تو اشتباه گفته بود که 12:30 بجه بخاطر از این که آل 15 کم 2 بجه شب ما هست و من تا که برنامه شما رو تعقیب نکنم خواه نمیرم زنده باشه منتظر می باشم که باید برنامه شما رو تعقیب کنم سلامت باشین ما باور کنین انجینیر سید عزیز بسیار ارزو دارم که هر چهارشنبه بنی تایمی که شما وقت برنامه را لله الهم میدانین آرزومند هستم که در برنامه تان تماس بگیرین به این معنا که از زبان شما حال و احوال کابل و افغانستان بسیار خوبتر یافته میتانیم نسبت به این که بریم به یک تبصره که باز گای از آن پالو گای از این پالو گای از آن پالو ما میشنویم با مو خاطر همیشه عرض میکنم اما حرف معروف است که قلم کی محرم و کاغذ کجا طرز سخن داند قلم کی محرم و کاغذ کجا طرز سخن داند چرا احوال ما را از زبان ما نمیپرسی دیگر دقیقاً استاد بزرگوار اگر باز واقعیت‌ها را ما از طریق برنامه شما بگویم سبا سر برنامه شما هم یک تاپه می زنن اید در فکر کس نباشیم اید در فکر کس بله. اگر نه واقعیت ها چیز دیگه است آدم باید بیان بکنه از طریق رسانه های شما از طریق هر رسانه که دقل ما افغان های ما که در خارج از افغانستان هستن کم مطمئن باشم که فعلا در کابل اوضاع خوب است دوزی نیست اختطاف نیست غارت نیست و این مشکل فقر ای تنها امروز نبود ای در زمان جمهوریت بود در زمان حزب دموکراتیک خلق بود حتی در زمان ظاهرشاه هم بود نه؟ بله بله بله. جلوگیری از یک ذره مشکل است اما فعلا اوضاع کاملا خوب است اشیر صاحب هوا کمک گرم است دیگه تو کدام مشکل خاص نیست که ما شکایت کنم که در افغانستان وضع خراب است خاطر کامجم باشه مردم در حالت آرامش به سر میبرن حالا تبا کمه مشکلات اقتصادی دامنگیر هست دیگه ایک خدا حل کنه بله. بسیار تشکر میکنیم از شما خواهش میکنم و امیدوار هستم که با صحت باشین و شب راحت جور و صحت سلامت باشین بسیار تشکر بسیار تشکر بعد ختم برنامه تا ما هم دیگه استراحت میکنم بخیر خواب خواب خوش و آرام و تشکر از که بسیار لطف کنین بسیار خوب شد که برنامه خدا با تلفنی از کابل زیبا امروز ختم بکنیم دوستای بسیار عزیز باز هم جوانای ما مخصوصا یک یادداشت بکنن کمالگرایی ما گفتم که اگر کس بگوید که ما همه چیز هستم همه کار هستم همه چیز میفهمم اونا به تکلیف کمالگرایی گرفتار هستن یعنی سر کمالگرایی انشالله که ما شما اگر زنده بودیم معلومات مخصوصا برای نسل جوان ما خود دادیم که بسیار برشان بدرد خور است اما طور که در مورد درونگراها میدانیم اما طور که در مورد بیرونگراها میدانیم اینمه طور در مورد کمالگراها هم یک مقدار معلومات بیشتر عرض بکنیم تا آگاهی حاصل بکنیم که در طول زندگی ما چه به درد ما میخوره و خدا کنه که کمالگرا نباشیم و خداوند ما را از کمالگرایی دور بداره سر از این مفصل ما شما انشالله برنامه خود داشتیم تا هفته آینده اگر حیات باقی بود همه تانه به خداوند نسپارم همه تانه احترام دارم همه تانه دوست دارم بیاین هم دیگر دوست داشته باشیم میگه ده بار اگر پرسان کنی از کس مرا دوست داری؟ 10 بار پرسانش کن مرا دوست داری؟ ولی میگه 100 بار بگو که دوستتان دارم خدا حافظتان جایی که شب از شب خوب راحت و جایی که روز است روز بخیر نه دارم اختیار گریه امشب به در میگویم ای دیوار بشنو برنامه ساعت با استاد امان اشکریز با امید دیدارتان جمع ما جمع باشو دلکای ما بیغم موسیقی